قصه هم در تقریر این شرفه بشنید در شب معتمد برگرف آتش زنه کاتش زند دزد آمد آن زمان پیشش نشست چون گرفت آن سوخته می کرد پست می نهاد آنجا سر انگوش را تا شود استاره آتش فنا خواجه می پنداش که از خود می مرد ای اون نمی دید او که دزدش می کشد این نمی دید او که دزدش می کشد خواجه گفت این سوخته نمناک بود می مرد استاره از تریش زود بس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش می ندید آتش کشی را پیش خیش این چنین آتش کشی اندر دلش دیده ی کافر نبیند از عمش چون نمی داند دل داننده ای هست با گردنده گرداننده ای چون نمی گویی که روز و شب بخد بی خداوندی کی آید کی رود گرد معقولات می گردی ببین این چنین بی عقلی خود ای مهین خانه با بنا بود معقول تر یا که بی بنا بگو ای کم هنر خط با کاتب بود معقول تر یا که بی کاتب بی اندیش ای پسر جیم گوش و عین چشم و میم فم چون بود بی کاتبی ای متهم شمع روشن بیز گیراننده ای یا بگیراننده ی داننده ای صنعت خوب از کف شل زریر صنعت خوب از کف شل زریر باشد اولا یا بگیرایی بسیر پس چو دانستی که قهرت می کند بر سرت دبوس مهنت می زند پس بکن دفعش چو نمرودی به جنگ سوی او کش در هوا تیری خدنگ همچو اسپاه مغول بر آسمان تیر می انداز دفع نزع جان یا گریز از وی اگر توانی برو چون روی چون در کف اوی گرو در عدم بودی نرسی از کفش از کف او چون رهی ای دست خش آرزو جستن بود بگریختن پیش عدلش خون تقوا ریختن این جهان دام است و دانه آرزو در گریز از دامها روی آرزو چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد چون شدی در ضد آن دیدی فساد پس پیمبر گفت استفت القلوب گرچه مفتی تان برون گوید خطوب آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چنین می بایدش چون نتانی جست پس خدمت کنش تا روی از حبس او در گلشنش دم به دم چون تو مراقب می شوی داد می بینی و داور ای قوی ور ببندی چشم خود را ز احتجاب کار خود را کی گذارد آفتاب